فیلم خروج مطابق سلیقه شما هست یا نه؟ هرچند فیلم خروج در جشنواره فجر با حواشی پرشمار و تندی مواجه و بد و بیراه زیادی نثار آخرین ساخته ابراهیم حاتمی کیا شد، اما در طرح سینما ماشین و اکران آنلاین با استقبال روبرو شد. در آستانه انتشار فیلم در شبکه نمایش خانگی، ویژگی‌های مختلف این فیلم رو با هم مرور می‌کنیم تا راحت‌تر تصمیم بگیرید که پای تماشای فیلم بنشینید یا نه. ابراهیم حاتمی کیا فیلمنامه خروج رو از یک اتفاق واقعی اقتباس کرده. جمعی از کشاورزان روستایی در نزدیکی شوشدر که در اعتراض به خشکی زمین‌هاشون با تراکتور راهی جاده میشن تا شکایت خودشون رو به گوش رئیس جمهور برسونن. حاتمی کیا درباره شکل‌گیری ایده این فیلم گفت: ایده خروج مربوط به سالهای اواخر دهه 80 است و از همان زمان هم نامش خروج بود، اما تا کنون شرایط برای ساخت آن فراهم نشد. اون هم میخواد اینجا بشینه؟ اون بشینه زحمت رو کم میکنی. تو که هنوز اینجایی همون. زفر شهاب. اونه که از آسمون میباره برف نیست. از جمله نکات جالب فیلم حضور افرادی است که بسیار شبیه به شخصیت‌های واقعی پرداخته شده‌اند. مثلا تصاویری که از رئیس جمهور در ابتدای فیلم نمایش داده میشه، هرچند دست پشت سر، اما بسیار شبیه به رئیس جمهور وقت آقای روحانیه. جمهور رئیس همه است. حاتمی کیا در این باره میگه: لزوم نمایش رئیس جمهوری به این شکل خواست من است. حسام‌الدین آشنا از جمله چهره‌های دیگر دولتی است که در فیلم ما به ازایی مشابه داره که محمد رضا شریفی‌نیا نقشش رو بازی میکنه. مطالبه گری از نظام نیست، گردن کشی مقابل نظام. خروج از نظامه. خروج هم هزینه داره. حاضرید هزینه‌شو بدید؟ فرامرز غریبیان درباره حضور در خروج گفت که این بهترین بازیشه. او بعد از این فیلم از دنیای بازیگری خداحافظی کرد و گفت: در خاک، گوزنها و سفیر معترض بودم. حالا هم خروج رو بازی کردم چون هنوز اعتراض دارم. نکته ویژه‌ای که غریبیان اشاره می‌کنه و البته در میان حواشی مربوط به فیلم گم شده، همین بعد اعتراضی خروجه. بی اغراق، خروج یکی از تند و تیزترین فیلم‌های حاتمی کیا علیه دولت و دولت مردانه. این فیلمیه که حرف اصلیش به رسمیت شمردن حق اعتراض برای مردمه و از این نظر در مقطع کنونی بسیار مهم به نظر میرسه. اما اصلی ترین نکته ای که میتونه باعث شه تماشاگر اونطور که باید به فیلم علاقه‌مند نشه و هیجان کافی برای دنبال کردن داستان رو پیدا نکنه، بخش میانی بسیار طولانی و منفعل خروجه. این بخش میانی فیلم در بسیاری از لحظاتش کسل کننده میشه، اما اگر صبر کنید، در نیمه پایانی فیلم دوباره جون میگیره و با نفسی تازه میتازه و تماشاگر رو بار دیگه درگیر داستان اعتراضی خودش میکنه. منتقدان درباره فیلم چه گفتن؟ افشین علیار: سادگی روایی همراه با پیچیدگی‌های مضمونی ساختار دلچسبی به وجود آورده است. بنابراین خروج فارغ از هر لکنتی روان و ساده قصه‌گویی می‌کند و فیلمسازش بدون هیچ مصلحت طلبی و شعاف‌های رایج تو خالی در سینما قهرمان می‌سازد و این قهرمان مثل همیشه در طلب حق اجتماعی دیگران می‌کوشد. محسن سلیمانی فاخر: لیکن خروج سینمای اعتراضواری است که نه سینماییان را اقنا می کند و نه توده مردم را، و از روی عمد و یا سه این مهم را که هنر اعتراض اگرچه در بطن جامعه شکل گرفته و ظهور می‌یابد، اما نباید به هیچ وجه با هنر سیاسی یکی فرض شود را نادیده می‌انگارد. مدیسا مهراب‌پور: حاتمی کیا به عنوان فیلمسازی ارزشی، همانطور که خودش روی این واژه تاکید می‌کند، کورکورانه پیرو جریان یا حزب خاصی نیست و متناسب با شرایط زمان و جامعه هم می‌تواند آژانس شیشه‌ای بسازد، هم گزارش یک جشن و هم بادیگارد و هم خروج. این نشان می‌دهد حاتمی کیا برخلاف عموم کارگردانان پیشکسوت و هم‌نسلی‌های خودش، رابطه‌اش با متن روز جامعه و سیاست را از دست نداده و در هفروت سیر نمی‌کند. محمد علی محمدپور: خروج بیش از هر چیز یک تصحیح حساب شخصی است، نه با سیستم که با شخص. اصل اشکال هم از همینجا شروع می شود. ابراهیم یک آدم مشخص را در لانگ شات پیش خودش گذاشته و بعد تلاش کرده تا می تواند بغضش را روی او خالی کند و می گوییم بغض اصولا ناچیزتر از اعتراض است.
نظر کاربران سلام سینما. نمیدونم این عزیزان مثلا منتقد اگه کلمه شعار زدگی و سفارشی رو بهشون یاد نمیدادن چی میخواستن بگن. به قول دوستمون، شما برید پولاتون رو بدید مطرب ببینید. واقعا فیلم ضعیفی بود، در حد تلفیلم های تلویزیونی، اصلا شاخصه های سینمایی درش وجود نداشت، صرفا سرگرمی سطحی با شعارهای سطحی که برخلاف پیام رسانی مضحک بود. فیلم به لحاظ ساختار از بهترین های جشنواره است، همانند اکثر فیلم های حاتمی کیا. لکن دوستانی که در صدد تخریب فیلم هستند، نقد فیلم را مغرضانه و از روی کینه با شخص حاتمی کیا به خاطر عقایدش انجام میدهند. این فیلم در نقد دولت است، ولی در عجبم، مگر کسانی هستند که از این دولت رضایت داشته باشند؟ سلام سینما. اگر ویدیومون رو دوست داشتین، یادتون نره ما رو لایک، سابسکرایب و نوتیفیکیشنمون رو فعال کنید.